گله‌ای آدمای فله‌ای دلخوششون قیافه تو جستن و کلافه یه عمره ول معطل با این مخای مختل با این که با کلاسن سر کوچه ها پلاسن عاشق میشن خیلی خفن تا آخرم توی کفن نه فکری نه سوالی تو دنیای خیالی میدارن و خواب میبینن سایه را افتاب میبینن با عینک های دودی با موهای عمودی آخر کلکل و کرکری اشقلات و قلدوری از بس خطری و خلافم یه پخ کنی خلافم از روزگار ملولم تو خودشون میلولم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چالر بچه مصبت انده مرام و جرعت دنبال کشف جرمن ارفیه نه بابا دو فرمن کاراشون مرموز و سسوته تیریفشون سکوته فه بگی میرن جوادیه اینا سوتیای عادیه آره زندگیه گلهی آدمای فلهی یه عمره بل معتل با این مخای مختل زندگی گلهی آدمای فلهی یه عمره بل معتل با این مخای مختل آخر کلکل و کرکری اشقلات و قلدوری از بس خطری و خلافم یه پخ کنی خلافم از روزگار ملولم تو خودشون میلولم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چالر ماجی جان جانم یکی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ چیه؟ حتما باز خواب دیدی؟ آره 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 حالا چی دیدی؟ من خواب دیدم که پیجمو کردم به اون یه ماموریت دادن گفتن یه نفر داره خودکشی میکنه به نجاتش بدی آقا ما رفتیم کمکش کنیم من رفتم اون بالا پرت شده بودم پای مبرم نه تصاوا خواب زن چپه مرسا به جایی که منو مسخره کنی ها یه خورده به فکر مرگ و زندگی من باش آقا جواد جان دیگه هر شب که خواب نمیشه ببین اصلا دیشب تو شام چی خوردی بغلغتو بغلغتو خب شامت سنگی میخوری کابوس میبینی دیگه مرسا شام آدم چه ربطی به خواب آدم داره خواب آدم چه ربطی داره به مرگ آدم همینه دیگه آدم خواب میبینه که مثلا مرده بعد میمیره دیگه آقا میخوای رسما بریم محضریش کنیم بگم تو هیچ ماموریت هیچ اتفاقی براتون نمیفته ها بس تعبیر خوابم چی میشه آقا تعبیرش اینه هزار سال عمر میکنی نه بابا ما همین 7 8 سال هم اگه بتونیم زنده بمونیم این مادرزنمون نکشمون خیلیه خدایش اینو راست گفت دیگه حرف حق زدی خدایش دیگه بیا بیرون کابوس ما جواد جون راستی اسم شبنمو نوشتی مدرسه یا نه؟ ما نمیدونیم بالاخره کابوس بیان بیرون یا نه تو میگه بیا بیرون بعد درباره کابوس صحبت میکنی؟ مدرسه چرا ربطی به کابوس داره دیگه بابا؟ خواهشی دست بدارم نذار که دریای خونه چرا؟ مرزاب رفتم ثبت نامش کنم خب این مدیر مرزی میگه که معلم ادبیاتشون بچه محل شماست سرویس رفت نامه شما باید بدید شما کاری که میکنی سریعا ببرش دولتی مرسه دولتی بردمش گفتن سابمرک اومده حکم تخلیه گرفته پولاتون جمع کنید یه مرسه بخرید هیچ خیالی نیست پس شما کاری که میکنی سریعا برو آموزش پرورش شکایتو بکن آموزش پرورش شکایت کردم میدونی چی گفت اولش که باور نشد بعد که باورش شد گفتش که افردا بخشنامه میکنیم که نه مدرسه دولتی نه مدرسه غیر دولتی هیچ قسم بخشاتو ننویسن جواد تو بس به چه امیدی زندگی بودایش دیگه خدا به صبر بده مگه ماجرای دو هفته پیش یادت نیست؟ چی رو؟ بابا همون ماجرای دستبرد و اون طلا فروشی، جوار فروشی. آها، اون روز من مرخصی بودم. حالا ماجرای این سرقت جوار فروشی چی بود؟ یارو در حین دستبرد دادن به جوار فروشی دستگیر شده بود. نه سلاح گرم داشت، نه سلاح سرد. حتما سلاح ولرم داشته دیگه نه؟ یه چیز دیگه همین مایا.
البته اومدی تحقیق کردیم دیدیم یارو سابقه ای نداره. منتها یه دختر داره میخواد پیش دانشگاهی ثبت نام کنه. بعد اون وقت از این مؤسسات هستش قلمی ملمی که شب هر شب تو تلویزیون تبلیغ میکنه. بنده خدا برای شهریه اونجا مجبور شده که سرقت کنه. حالا چرا اون دخترشو نبرده مدرسه دولتی؟ بابا چرا رفته به اونم گفتن که حکم تخلیه اومده بعد یه مدرسه بخریم. عجب شیر تو شیری ها. بس مردم واسه اینکه امنیتشون رو تامین کنن از فردا بعد یه کلانتری هم بخرن. نه دیگه. مجان بد نمیگی ها. با جناق میگم منو تام یه دونه همچی کلانتری جنرال دفاعی بزنیم ها. مجید مرکز. مرکز مجیدم. بگوشم. مجید جان موقعیت. حوالی خیابون جردن جنوبی هستیم. ببین داداش یه مورد اقدام به خودکشی گزارش شده. زوری خودتون رو برسون به محل مورد نظر. تمام. الو. من چون قطع کرد پس. مرکز مجیدم. کلیه مسیرها به سمت مشترک مورد نظر اشغال میشه. این دیگه چیه آخه؟ اصلا چی دیگه؟ بلبشوی شده. مرکز مجیدم. مرکز مجیدم. مرکز بگوشم. مرکز چرا قطع کردین دیگه؟ خب حالا مگه چی شده؟ یه مورد اقدام به خودکشی گزارش شده. سریان خودتون رو به محل مورد نظر برسونید. همین؟ بابا اینو که من گفتم. خب قربون دهنت گفتی ولی آدرسو که دیگه ندادی دیگه. به خاطر همین دوباره تماس گرفتی؟ خب آره دیگه مگه چیه؟ خب داشتی میگشتی پیداش میکردی. اینکه این همه داد و هوار نداره. آقا جون شما کاری که میکنی خواهشاً لطف کنی آدرسو یه بار بگی به ما. یه لحظه گوشی دسته. دیگه چیه؟ مرسا من بهت نگفتم دیدی؟ آقا بزن خیابون شهباز جنوبی پایین تر از میدون خراسون نبشه تیر دوانو. مرکز معذرت میخوام فکر کنم آدرس دانه اشتباه میدین یا من گفتم حوالی جردن جنوبی هم نه میدون شوش. آخ ببین معذرت میخوام. ببین حق با توه. این آدرس پسر خالمه. همین امشب حق امروز زنگ زد بابا میگه مراسم اخقانون نمونه و اینجور چیزا. گفتم الا و بلا نمیتونم بیام. هی میگه بیا. آقا جون شما کاری که میکنی آدرسو بگو. آهان همون مورد اقدام به خودکشی دیگه. اقدام به خودکشی که چه از که الان بکنم خانوادش هم به عزاش نشستن. هفت و کفن هم پوزونده آقا. خدا نکنم عجیز جون تازه گزارش رسیده. خیابون 17 شرقی ساختمان فرشته طبقه 20. تمام. سلام. قصه چیه؟ قربان مثل یه آقای میخواد خوش آقام بالا بندازه پایین. آقا جان اینو که خودم دارم میبینم. منظورم اینه برای چی؟ قربان اینجا ما پروتوجو کردیم مثل که تهیه کننده یه سریال تلویزیونیه. بودجهش تموم شده. یه سری چکومل دست مردم داره. به خاطر حفظ آبروش بخواد خوش آقام باشه قربان. حالا با کدوم شبکه قرارداد داره؟ فکر کنم با شبکه یک قربان. آقا شما کاری که میکنی سریعا با رئیس شبکه یک تماس رو بگیر. مگه تو حفظی شماره شبکه رو؟ حالا قربان تو این هفته این چندمین باره که ما داریم اتفاق برام پی افتاده. الو شبکه یک؟ بفرمایید. کوچی خدمتتون بفرمایید قربان. خوش خطه. الو سلام علیکم. سربان مجید زکایی هستم. میخواستم با رئیس شبکه یک صحبت کنم. کارتون؟ نجات یک انسان. اسم فیلم نامتونه؟ نه قربان فیلم نیست واقعیته. پس مستند داستانیه. برادر من نه مستند نه داستانی نه فیلمه. یه آقای خودش میخواد از ساختمون 20 طبقه بندازه پایین. قربان ببخشید 30 طبقه است. گوشی مطمئنی میگی؟ بله قربان. چه مردی مگی تو؟ نه میخوام بفرمایید شما بشمرید. داش مردی تو قبلا اینو؟ 30 تا قربان دقیق 30 تاست. مطمئنی دیگه؟ بله قربان. خب حرف تو سند ایم نداره. بله از یه ساختمون 30 طبقه خودش میخواد بندازه پایین. میخواستم با رئیس شبکه یک در این رابطه صحبت کنم. اسمش چیه؟ اسم کی؟ همون یارو که بخواد خودشو بندازه پایین. آها گوشی. اسمش چی؟ اسممون آقای کشفی قربان. آقای کشفی آقا. بله. اگه امکان داره می‌خواستم با رئیس شبکه یک صحبت کنم. یه لحظه گوشی. دیگه چیه آخه؟
الو. بله آقا، بهش بگو از خر شیطون بیاد پایین، مثل اینکه کارش داره حل میشه. آقا من کاری که میکنم، یعنی از قول رئیس شبکه میتونم بهش بگم حله؟ تقریبا. آها نه دیگه، تقریبا یا دقیقه، ما برحال بدونیم دیگه. یه لحظه گوشی. میدوستنه میبرنه نابو طاقت ندارم بشی در بوداغون مخلصتم. ما واقعا نرمه کجا میریم آقای؟ اونا چی کردن دیگه آقا شو؟ بله بله آقا، بگو انشالله دقیقا. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، خدا نگهدار. خب بگو ببینم از کجا من میتونم برم حالا؟ قربان هم از راپله میتونی تشریف ببریم، هم با آسانسور. جواد جون شما کاری که میکنی اون کوله منو بده بیاد. نوکر توجه جان، چش همین الان. جناب آقای کشفی؟ چیه؟ تو هم اومدی طلبتو بگیری؟ بابا به پیر، به پیغمبر بودجه تموم شد. چرا هیچ کس حرف منو باور نمیکنه؟ من حرفتو باور میکنم، طلبکارم نیستم. الان با رئیس شبکه صحبت کردم، گفت با اصلاح برآورد تو موافقت کردن. الان بیا بریم پایین، کارا بعد جلو در همسایه بعد آقاشون، بیا بریم پایین. بارکلا بیا. ببینم اسم شما چیه؟ زکایی. سروان زکایی از اداره آگاهی. آقای زکایی از اداره آگاهی. آیا ببینم حالا با تلویزیون کار کردی؟ کار کردین یعنی چی؟ جلو نیا، جلو نیا. خیلی خوب تکون نکن، همونجا با. خیلی خوب، خیلی خوب، خون سرد باش. میگم خون سرد باش، اگه خون سرد نباشی هیچ چی نمیشه. چرا نمیفهمی داد میزنی؟ میگم آقا خون سرد باش، آقا میگم آقا داد میزنی. یعنی جلو اومدم من، خدایی جلو اومدم داد میزنی. من خون سردم، تو که از من بدتری، خودت خون سرد باش. خب 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 پرسیدم تا حالا با تلویزیون کار کردی؟ خب شرمنده، منم پرسیدم کار کردی یعنی چی دیگه، ما اینو پرسیدیم دیگه. منظورم اینه که بابت فیلم، سریال، چه میدونم نمیدونم، کلیپ با تلویزیون قرارداد بستی؟ نه خداییش قرارداد نبستم، خدایی دیگه. پس عزیز من، جان من، قربونت برم، فدات شم، از همون راهی که اومدی برگرد، برگرد، بذار به درد خودم بسوزم و بسازم و ببینم جهت جونو من میخوای، بلم کن. بای بای کشفی کشفی، با سوختن ساختنت هیچ خیالی نیست، ولی مردنه نه نه، من اومدم اینجا که تو نمیری، فهمیدی؟ نمیمیری. ببینم حاضری بدهی های منو بدی؟ اینجوری که دیگه نه بابا، به من چه رفتی؟ نه آخه ببین، خدایش که با من قرارداد نبستی. با من میاسی بولم از چه علام خدایی یه تخمه از کسی نخوردم، به قرآن حق کسی نخوردم. منطقه تو با تلویزیون قرارداد بستی، اونا هم که دیگه حرفی ندارن، یه سری مشکلات بوده هر شده گفتن میدن حل دیگه. بزک نمیر، بهار میاد، خربوزه با خیار میاد. کمبوزه با خیار میاد ها. نه عزیز من، نه عزیز من چیه؟ کمبوزه با خیار میاد، کشفی جونم بودجه میاد. گوش من از این حرفا پره، متوجه میشی؟ خدا حافظ زندگی، خدا حافظ طلب کرا، خدا حافظ هنر، خدا حافظ زکایی ساده دل، خدا حافظ. آقا آقا یعنی خدایی خودتون که بندازی پایین؟ آره عزیزم، میخوام خودم راحت کنم، اینا رو من دست خودم راحت کنم. جو بدم زایه یا اینا شو. آقا جون، آقا بس منم با تو میام. شما دیگه واسه چی عزیز من؟ آبا حقوق ما رو نمیدن، ما جونم رو میزن که به دستم نمیدن. خاطر کردم دیوونه شد از دیگه هستم، خون شده دیگه. باورم شد، باورم شد، خون سرد باش. آقا بیا جدی خون. آره آقا شد اصلا نمید. آقا شاید جونم رو میزن که به دستمون نمیده. کم میاریم دیگه، دیگه کم میاریم دیگه. آقا بیا راست بریم چشاتو ببند داداش. کشفی جان میخوای بیخیال شی؟ عزیز من چیه بیخیال شی؟ مگه تصمیم تو نگرفته بودی؟ خب مگه نگفتی حقوق بهت نمیدن؟ آقا من میگیرم حقوق، من بیخیال شم. تو چیکار حقوق من داریه؟ تا
حقوق تو بگیری، من طلب کردم چیکار کنم؟ آقا یه فوش طلب کن، فوش سر من. آقا گفتم که سازمان بهت میده. بابا نمیتونم این بده. آقا این تام امیر رئیس شبکه من صحبت کردم دیگه. قبول دارم حرف تام اگه ندادن چی؟ این چند طبقه است؟ اون گروبا به من میگه 30 طبقه، این 57 طبقه است. 57 طبقه است. منو باش به اون اعتبار هر به اعتبارم اومدم بالا. آقا جون داداش بذار من به تو چیز بگم. من کوچیکتم هستم. ما راستش پلیسیم، ترسی این چیزا نداریم که. میدونم میدونم. ما برای مردمیم. ولی قضیهش اینه که یه نامزد دارم من، سارا. این سارا به امید من داره زندگی میکنه. میدونم عزیز من. متوجه شدم گرفتم. فقط خدایی به خاطر اون دارم میگم. میخوای بریم پایین اگه؟ نه نمیخوام، به خاطر تو نمیخوام. خدایی میگم عزیزم. بریم پایین اگه. ببین من قید طلب و مسئله من زدم، حل میکنه میشه. نه میگیرم برات. نه نه نه. میگیرم برات. نه به خاطر تو نامزد سر نظر میکنم. هیچی نمیمونه ازمون، نه اینجا بریم. آقا یارو. راستش من فکر کنم همش حرف مفت باشه. جریان تروجیلو رو یادته؟ منظورت اون دیکتاتور آمریکای جنوبیه؟ بله، دومینیکا در 1961 کشته شد. ما شنیدیم که شاید کار یه انگلیسی باشه. البته درباره این جریان گزارش تایید شده ای در دست نیست. اون اسمی نداشت؟ چارلز هارولد کالتروپ. اون در یک شرکت اسلحه فروشی در جمهوری کاریب کار میکرد و اینطور که شنیدم تیراندازیش دومی نداره. بعد از حادثه یه حقه بهش زد و هیچ کسی نمیدونه چطور شد. کالتروپ؟ فقط همینو داریم؟ متاسفانه آره. فقط یه اسم؟ چی باعث شده فکر کنی اون خودشه؟ اسم رمز رفیقت شغاله، درسته؟ شغال در فرانسه با سی شروع میشه، ولی کالتروپ رو هم میشه. از اون آدم ها نیست، دارم کم کم احساس میکنم این شغال عالی. متشکرم آقای کارگر. ممکنه این کالتروپ قبلا وارد کشور شده باشه، که در این صورت حتما به هتل رفته. فلیسون. بله بابا. میخوام کارت مسافرین هتل ها را از 72 ساعت قبل توسط پلیس کنترل بشه. همین کارم تو باید بکنی پاسکال. تمام کارتایی که توسط مسافرین پر شده باید کنترل کنی. بله بابا. بقیه‌تون هم عکس و مشخصات این مرد و به افرادتون شناسایی کنین. به محض دیدن باید بازداشت بشه. من تمام راه‌های ورود و خروج کشور کنترل بشه. فرودگاه‌ها، بنادر و دهکده‌های ماهیگیری. ژنرال کولبرت. قربان. احتمال داره کالتروپ هنوز خارج نشده باشه. بهتره به افراد دستور بده که روی مورد. ببخشید آقا، سلام. بلوک 9 همینه؟ ما کی کار داره؟ با یه نفر که معروفه به شغال. شغال؟ آقا من اینجا جنگل دنبال شغال میگردی. منم که نگفتم اسم شغاله، که گفتم معروفه به شغال. چه فرقی میکنه؟ شغال شغاله دیگه، چه اسمش باشه چه معروف باشه. آقا جان میشناسیش یا نه؟ کیو؟ همونی که معروفه به شغال. آه میشناسمش، اما خب اینو از اول بگو دیگه. دیگه زبون بی زبونید. بگی پدر جون، بگی. منو مسخره کردی یا خودتو؟ مسخره برای چی؟ پوله دیگه. پوله دیگه؟ با این پول آدرس موش هم بهت نمیدن، چی بیشتی به شغال. خب الان بیشتر ندارم، اینو بگی تا بعد تلافی میکنم. چیکم قبول میکنی؟ بابا میگم ندارم، گیر دادی یا؟ چرا گریه میکنی؟ بگو ندارم و سلام. ای میگم نره، هی میگی بدوش. خب ندارم دیگه. ببین باشی من، ولی قول دادی ها بعدن تلافی میکنی ها. خیلی خب چشم، بعدن تلافی میکنم. خب حالا دنبال کی میگردی؟ شغال. بابا میدونم، منظورم اینه که کدوم ساختمونه. ساختمون شماره 9. ساختمون شماره 9. ساختمون شماره 9 فکر کنم دو تا ساختمون جلوتره. اینجا ساختمون شماره 7ه.
یعنی بس این ساختمون شماره 9 نیستش دیگه؟ نه دیگه، ساختمون تابلوه شماره 7ه. بس شما هم شغال رو نمیشنسیش. آبا شغال مغال خریکیه دیگه، گیر دادی ها. پول رد کن بده من. چی میگی؟ بهت میگم پول رد کن بده من، پیر مرد ابله. تو مثل که زبون آدمیزا تالیب نیست ها، بده من. من زبون آدمیزا تالیب نیست یا تو که دنبال شغال مغال میگردی؟ ببین پولو میدی من یا جون تو بگیرم ها، بدش ببینم. نصفشو همشو. نصفشو همشو همشو همشو. بابا خواب چه داد میزنی؟ بده من. هرچی آدم خصیص امروز بتونه ما خورده. ببینم بیا همشو بیا. شو اسمم که زدی بهش. باره دیگه، عجب گیری کرده ما. تو شغال درسته بچه اون در پشت سرت ببند. وحشتناکه اینجا. یعنی چی؟ یعنی چرا انقدر تاریکه اینجا؟ نور این خونه به من مربوطه، به تو هیچ ربطی نداره. تو به نور خونه خودت فکر کن. نمیشه یه لامپ روشن کنی؟ لامپ روشنه، چشاتو باز کن ببینی اونجا رو هدف. من واسه یه معامله اومدم. بسه جلوتر نیا، از همون جایی که هستی برو سر اصل مطلب. نمیشه که، من که نمیتونم با یه شبح معامله کنم که. اگه ناراحتی میتونی بری، از همون جایی که هستی سر و تک کن، از همون دری درامالی برگرد، پشت سرت هم نگاه نکن. والا چی میشه یه لامپ دیگه هم روشن کنی؟ تو مگه تو این مملکت زندگی نمی کنی؟ زندگی کردن تو این مملکت چرا توی لامپ داره؟ مثل اینکه تو خونه تلویزیون نداری. روزی هزار بار تلویزیون آگهی میده میگه هرگز نشه فراموش لامپ اضافه خاموش، اونم وسط فیلم های سینمایی جای توپش کات میده و اینا میگه. تو نمیشنوی؟ نمیبینی؟ خیلی خوب بابا خیلی خوب، اصلا بگذری بریم سر اصل مطلب. من میخوام که یه نفر برام بکشی. چرا؟ خب فکر کن لامپ اضافه است. آدرس رو اشتباه اومدی، باید بری اداره برق. گفتم فکر کن، لامپ نیستش که. مثل بچه آدم حرف بزن، من بدونم باید کیو بکشم. برای تو مگه فرقی هم میکنه؟ بله که فرق میکنه. از وقتی که شغال قلابی نتونست دو گل رئیس جمهور فرانسه رو بکشه، من تصمیم گرفتم دور آدم های سیاسی رو چه در داخل و چه در خارج خط بکشم. مگه تو اون شغالی که میخواست دو گل بکشه هم میشناسیش؟ قرار داده کشتن دو گل اول با من بسته شده بود، اما به خاطر اینکه هواپیمای من تاخیر داشت من به موقع به فرانسه نرسیدم. برای همین اونا دنبال شخص دیگه گشتن. شغال قلابی خودشو به نام من جا زد و به اسم من قرارداد بست، اما تیرش به سنگ خورد. اینجوری هم آبروی منو برد هم آبروی خودش. ولی به نظر من مقصر اصلی اون نیست. میدونی مقصر اصلی کیه؟ دوگل؟ خفش بابا دوگل. مقصر اصلی هواپیمای ماست که همیشه خدا حداقل نیم تا 8 ساعت تاخیر داره. پس شما باید آدم بزرگی باشین. شک داری؟ نه راستش نه، ولی ولی سریع تر برو سر اصل مطلب. رفتم که. تو که هنوز اینجایی؟ نه یعنی منظورم اینه، گفتم که من میخوام یه نفر رو برام بکشی. قیمت من بالاست. یالی نیست، تو بکش پولشو بگی.
خوبه خوبه دست و دلبازی. ببینم قرارداد تو کیلویی میبندی یا متری؟ چی؟ ببخش من متوجه نشدم. دقت کن، وقتی من حرف میزنم دقت کن. قرارداد تو پرسیدم کیلویی میبندی یا متری، فهمیدی؟ خداییش نه. دست و دلبازی، ولی خیلی نفهمی. ببین من دو جور قرارداد دارم، روش اول کیلویی، روش دوم متری. روش اول کیلویی رو برات توضیح میدم. من بعد از اینکه شخص رو میکشم وزن اونو اندازه میگیرم، بابت هر یک کیلو 1,000,000 تومان میگیرم. یعنی اگه یک شخص 100 کیلو باشه چقدر میگیرم؟ باید حساب کنم چقدر میگیرم. 100 کیلو یک میلیون میشه 2,702,000 و دنبشم مال خودت، میتونی ببری. گوسفند مگه میخوای بکشی؟ خدا نکنه پا بده ولی گوسفندم میکشم. خب اون وقت متریش چجوریه؟ روشه دوام متریه. متری چرت که نمیخواد. من بعد از اینکه شخص رو میکشم قد اونو اندازه میگیرم با چرت که، و بعد بابت هر سان 500,000 تومان میگیرم. حالا حساب کن اگه قد شخص 1 متر باشه چقدر باید بگیرم؟ برای شما میتونم بگیرم 3,700,000، بازم دنبش مال خودت. تخفیف مخفیف چی؟ نه بابا دیگه آقای محترم، دیگه تخفیف جای تخفیف نداره که. 30% شهرداری داره به زور از ما میگیره، نمیدونم 40% داره مالیات، ثبت احوال، ثبت احوال آقای بچه بود میگیره، اونم اومده میگه ما 25% میخوایم. بچه خودمون، صرف خودمون 40%، راهنمای رانندگی 20%. تازه اگه باز کسی به ما گیر نده، چیزی نخواد، شاید حالا تهش چیزی برای ما بمونه. دیگه جای تخفیف نداره. حالا تو بگو ببینم کیلویی میخوای یا متری؟ راستش متریش و کیلویش برای من زیاد فرقی نمیکنه، فقط اون چیزی که برام خیلی مهمه اینه که این آدم هرچه زودتر سر به نیست بشه. میشه میشه. طرف کی هست؟ پدر زنم. مادر زنت؟ نه پدر زن. آخه همه مشتریای من اینجا میان به خاطر کشته شدن مادر زنشون، بعد تو اشتباه نمی کنی؟ نه بابا، خدا رو شکر مادر زنم قبلا اون روشو داده به شما. آخه خدا رحمتش کنه، انشالله من بمیرم. بیچاره مادر زنت الان تنهاست و صداش سر میره. من یه لطفی به تو میکنم، من پدر زنتم میکشم میفرستم پیش مادر زنت که از تنهایی درش بیاره. آره بگذاریم، یه قرارداد اونجاست رو میز برش دار. نقشه است که؟ نقشه چیه؟ زیر گوشیه. عکس پدر زن تو همراه تو بردی؟ آره آوردن. عکس رو بذار رو میز، قرارداد رو بردار ببر همراهت، مطالعه کن، امضا کنی من بلافاصله کارمو شروع میکنم. خیلی فعلا خدافظ. وایسا، اون شعاری که گفتم تلویزیون مرتب تکرار میکنه و میکوبه تو مخمون چی بود؟ چی بود؟ چقدر تو خنگیه. مثل اولشو میگم، تو ادامه شو بگو. هرگز نشه فراموش. لامپ اضافه خاموش. شعار خیلی حرف اضافه هم خاموش. آفرین یاد گرفتی. دوست نشو برو بیرون.
سلام عرض کردم قربان. حضرت عجل، شرار خانم از آمریکا تماس گرفتن، گفتن که فردا شب به ایران پرواز میکنه. در ضمن هوشنگ خان به خاطر یک کار واجب و ضروری و حیاتی منزل رو ترک کردن. عصای مباشر حضرت عالی منتظر تشریف فرمایی جناب عالی است. در ضمن قربان، برای شام خورشت فسنجان همطور که فرموده بودید با فیله مرغ فرانسوی. خفه شو. بله. گفتی این هوشنگ داماد الدنگ من خبر داره که فردا زنش میاد ایران؟ بله. خیر قربان، خیر قربان. بعد از اینکه ایشون از خونه تشریف بردن، بعد شرار خانم تماس گرفتن و ایشون بی اطلاع هستن. پس تا اطلاع ثانوی خبردار نشن، مفهوم شد؟ بله قربان. چشم چشم. میبخشید قربان جسارته، چرا من خودم میتونم که خدمتشون. حضور رو بردن جهنم، گفت هیزمش تره. بله 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 بله، درست میفهمید، درست میفهمید. نه گفتی سفر سوسکی تو پذیراییه؟ بله، اگه منظورتون جناب مباشر باشه، بله بله ایشون اونجا هستن. شیرینی و میوه و اینجور چیزا که اونجا نیست. خیر قربان، خیر قربان. صفرای تلفنم که بسته است. بله قربان، به فرموده شما همه صفرا. وقتی که رفتش بعد نهارو بکشیم. بله بله چشم، حتما حتما. بعد از که ایشون رفتن بعد من نهارو میکشم. میکشم مال پایین شهره. بله. تو باید چی بگی؟ من قربان سر سرف میکنم قربان. آواری کله، آواری کله. بله قربان. راسته قربان، هوشنگ خان گفتن که برای نهار حتما تشریف میارن. غلط کرد. وقتی که اومد بهش بگو نهار تموم شده. بله. چشم قربان. چیه؟ رود نمیشه؟ بفرستش بیاد پیش من، خودم بهش میگم. چشم قربان، چشم. محبت دارید قربان. مگه اینجا مسافرخونه است مردک؟ آخه قربان، معذرت با معذرت عجل، خسته بودم، از بندر عباس اومده بودم خدمتتون، چرتم بود. قربان، اون جنسایی رو که سفارش داده بودید با 4 تا کشتی الان وارد بندر عباس شده و پهلو گرفته، منتظر ترخیصه. ما با عزت گفتیم ترخیصش نکنن. چرا؟ به خاطر اینکه برای چی میخودی هزینه کنیم ترخیص کنم؟ همینجوری کشتی بدیمش بره. اون 4 تا کشتی رو آب معامله کردم، پولشم ریختن به حساب دیگه. زمینای سعادت آباد رو معامله کردیم، تموم شد رفت. تو روزنامه‌ام آگهی دادیم برای پیش فروش آپارتماناش که از فردا شروع میشه. قربان، فقط یه زحمتی حضرت عالیه که بکشید من ممنون میشم ازتون. یه شماره حساب اعلام بفرمایید تا این خلق الله پولشون رو بریزن تو اون حساب، اذیت نشن. 1000 تا شماره حساب دارین، یکشو اعلام کنین. قربان، اگه نظر حضرت عالی خاطر مبارک باشه، قرار شد برای هر پروژه‌ای یه حساب جاری جدا باز کنیم. به همین دلیل من از شما خواهش کردم که اجازه بدید یه حساب جاری دیگه جدا واسه این پروژه باز کنیم. خب باز کن. چشم. ببینم زمینای پشت کوه کن چی شد. داریم رو مخه بابایی کار میکنیم که بلکن بتونیم مجوز ساختشو بگیریم. ولی حضرت عجل خیلی دندون گرده. چقدر میخواد؟ 10% کل زمینو. همه کارام با خودشه. نه، فقط مجوز. زر میزنه. اتفاقا ما هم تو دلمون گفتیم زر میزنه. وقتی من دارم حرف میزنم زر نزن. چشم، دیگه زر نمیزنه. خب چی داشتم میگفتم؟ داشتید میفرمودید که زر میزنه. آره، زر میزنه. رو مخ یکی دیگه کار کنید. یه معاونی، آقازاده‌ای، یه کسی رو پیدا کنی که دمدوناش همچین نیمگرد باشه. اطاعت میشه. امر شماست. ولی قربان، شما بهتر از من میدونید تبدیل زمینای کشاورزی به مسکونی خیلی سخت. کل شالیزارای شمال رو ویلا کردیم و فروختیم به خلق الله، آب از آب تکون نخورد. وقتی یارو واسه ما شاخ شده بهش بگو 5% قبول کرد
قبول نکرد تو زمین ها بادمجون بکارین تا سال بعد. حضرت اجل اسم بادمجون رو بردید، یادم اومد که عرض کنم خدمتون اجازه میدید به بچه بگم یه بادمجون پاچشش بکارم؟ نه الان وقت خشونت نیست. پس رو مخش کار میکنی؟ کار کنی. چشم. بینم از برج زعفرانی ها چه خبر؟ قربا برج زعفرانیه اسکلتش تموم شده، یعنی صفرکاریش و این حرفا تموم شده، مونده نازوکاری و در پنجره حرفا. ای بابا توف مالیش کنی تموم شه دیگه، مگه داری کاخ کرملی میسازی؟ از هندیه چه خبر؟ برای فردا ساعت 1 بعد از ظهر تو دفترتون باش قرار ملاقات گذاشتم حضرت عجل. بکنش ساعت 3، اینجوری نهار خورده میاد بهتره. هیچ خوش ندارم قبل از قرارداد یه پاپاسی خرج کسی کنم. چشم، هرچی شما میفرمید. ما پیش خودمون گفتیم اگه این یارو هندیه بیاد پیش شما یه نهار بخوره نمکگیرتون میشه قربان، به نفعتون ها. مهمون پیمون که با خودش نمیاره. بعد ما این شوخی ها نداریم، تنهای تنها میاریم. خیلی خوب، به بچه ها بگو 2 پرس چلو کباب کوبیده واسه فردا نهار بگیرن. 2 پرس؟ یعنی منظورم اینه که نوشابه ای، سالادی، ماستی، چیزی نمیخواد حضرت عجل؟ لازم نکرده، یه نوشابه با 2 تا لیوان بیارن برای جفتمون بس. چشم، هرچی شما فهمید. قربان، حضور من تو این جلسه لازمه یا لازم نیست؟ لازم نیست. اگرم لازم شد نهار تو اخونه میاری، همونجا تو آشپزخونه گرمش میکنی و میشینی میخوری. چشم حضرت عجل. حالا خوش گردی. امری نیست حضرت عجل. چی؟ اجازه. بیا. حضرت عجب ناز سیبیلتون خندیدید چرا کباب 3 پرس میشه حضرت عجب؟ ای پدر سوخته. خیلی شکر. باشه، ولی میری تو آشپزخونه میخوری؟ چشم. نوشابه. یه لیوانم نوشابه. دست درد کنه خدا خیرت بده از تاچم. نازه سیبیده تو. برو به کارات بره. چشم. مردی که موف خور. سلام بابا جون. سلام مجید. خیلی مخلصم. گل گل گلم. خوش آقا سخنایی خوری؟ لیکن آقا جواب ببخشید دستم جیگری. خوش آمدی. خوش آمدی. بشنوزه آقا. بحبه. میگم آفتاب از کدوم طرف در آمدی که شما دو نفر اینجا پیداتون شده؟ البته آقا زوکایی میدونی چیه؟ بذار برات بگم. راستیتش اینه که یک گزارشی به ما دادن، یعنی گزارش دادن که توی این محل یک قتل اتفاق افتاده. آره. قتل؟ آره، اونم نه قتل معمولی ها، یکی از این قتلهای خونین ترسناک. قاتل چی هست؟ آقا زوکای شما میشناسی، غریبه نیست. میگن یکی از آشناهای شماست. میدونی که؟ مرساب میگن همین قصاب سر محل شماست. اسم الله آقا؟ آره. آقا چرا؟ و چی؟ به حرفا میپرسی؟ آقا زوکایی چه چیزی شما میگه مرساب؟ شما که با تجربه خبر داری دیگه. قتل چه حاله؟ 2 حالت که بیشتر نداره که، یا به خاطر پوله یا برای یه لقمه نونه. مرساب همینه دیگه. جلل خالق، شیطون که بره تو جلد آدمیزاد ببین چه میکنه. حالا کیو کشته؟ ای؟ آقا زوکایی نگو کیو کشه، بگو کیا رو کشه مرساب. بابا شوخی نکن، به خدا من قلبم ضعیفه آقا جواد. آقا مجیب این چی میگه؟ اصلا من اهل شوخی هم. مرساب اول که بهت بگم چی کار کرده؟ میدونی؟ 10 تا رو سر بریده ردیف، شیکما رو پاره کرده، روده رو کشیده بیرون، دل جگر رو در آورده. متوجه شدی؟ تو خدا من قلبم ضعیفه، از این حرفا نزن. یعنی آدم ها رو این کار کرده؟ نه بابا، گوزمنده رو. بابا از این شوخی ها با من نکن آقا جواد، قلبم ضعیفه.
گوزبنده رو میشه سر کنم به آقا زبا کلک نزن دیگه آقا زبان خوشگوش میکنی یا جیگر فدار چم آقا مجید بابا تو دیگه که هستی هم خوشگوش اگه زحمت نیست آره به یاد دوران کودکی میخوام خوشگوش بکنم فدار چم آقا زوکایی بذار کمکت کنم مرسا نه قربونت آقا جواد دستت خون نمیشه آقا خونه دیگه مرسا چی غلط که نکردیم که آقا جواد شما هم که همه چیز رو از دریچه قتل و جنایت و خون میبینه آقا زوکای شرمنده همین اطراف این بغلا یادم یه جغور بغلی بود نه؟ والا آقا جواد یه دونه سر چهار را بالایی بود اما از بس که اماکن و شهرداری و بهداشت بهش بند دادن تفلکی جمع جر رب بزن عجب مرسوم میبینی چجوریه؟ لابد حتما دلیلش همینه که فکر میکنن هر که جغور بغل بخوره ایدز میگیره آقا تو که یا نه؟ آره؟ ایدز؟ جواد چون من یکی نمیدونم چه من میگم آقا زوکایی میدونی چیه؟ واقعا من حیرون موندم توی این مملکت همینجوری این علف هرزه پیتزا فروشی و هات داد همه هات داد فروشی و اینجور چیزا در اومده مهم این دارن چی به خورده این خلق الله میدن اون وقت اگه دو تا جغور بغل فروشی و سیراب فروشی و دو تا آشش فروشی و نمیدونم کله پزی و حلیم فروشی اینجور چیزاست که من درشو گل میگیرم میدونه برای چی؟ میخوام اذیت کنم مرسا انقدر هر سخ و شیرت خوش میشه بیا اینم چهار سی خوشگوش مشت بابا تو دیگه کسی فدا چم ایشالا خودم تو عروسیت پول عروسیت من بپزم یک بقل آقا تو که درست بکنم تو عروسیت که خودت هست کنی بزن میگم آقا مجید بلند شو امروز مادرت آش رشته پخته برو بین در همسایی ها پخشش کن بلند شو بینم من امروز پنجشنبه است امروز آقا مجید من نمیدونم چند شنبه است ولی فردا رو من میدونم جمعه است حتمی نمک نریز نمک بابا جواب جون اجازه مگه نگفتین که هفته ای دیگه نپزه نظری دیگه بابا جون هفته ای که نمیپزن بابا نظری رو سالی یه بار میپزن نه اینکه هر هفته هر هفته آش رشته نمیشه که مجید جون من از دست مادرت زبونم مو در آورده حرف خودشه میگه من هر هفته نظر دارم باید بپزم منم میگم بپز ولی این اسرافه میگه نه اسراف اونی که دور بریزی ما میپذیم میدیم دست مردم شکم چهار تا گشتن رو سیر میکنیم این اسمش انفاق نه اسراف آقا زوکای معذرت میخوام آقا مجید ببخشید جسارت نباشه قصد فضولی نداره جواد تو که آقا حرفتو میزنی خوب بگو من کوچیک تام من که نمیخوام جسارت من فقط میخوام بگم خوشگلم که داره مثلا آششته میپزه این هفته که خوشگلم آششته میپزه مثلا صحبت کنیم هفته بعد حلیم بپزه هفته بعدش کنه پاچه بپزه بعد با حالا قاطع بکتر روشه تره مایزفید اینجور سیزه درست کنیم که خوشگوشی خوشگوش رو یادت رفت بگی ها گیر نده بشترون دیگه خوشگوشی که میام میشه آشقا زوکای بهترینش درجه که شمجو میخوریم دیگه خدایشونه که راست میگه دیگه نه سه روز درست نه سه روز کلپ اینجا سیگه نه دیگه در شما در نکنه آقا جو برمون جوان زایی کنیه دیگه نه نو کردم جوان جو شما کاری که میکنی ماشین رو بس ببر اداره منم با ماشین بابا یه سر برم خونه به مامان کمک کنم چی؟ بشترون حرفو یعنی چی؟ چشو من اینجا چیکارم ارسال خودم میبرم میرسونم چی میگم من با ماشین بابا آقا جواد داداش صد دفعه من دارم میگم با ماشین اداره کارهای شخصی انجام دادن حرومه تو گوشت فرو نمیره نه آقا زوکای دیوونه مون کرده این آقازاده شما هنوز 57 فکر میکنه مرسوب این صحبت ما رو سال 58 بود الان شما نگاه کن تمام مرکز دولتی با ماشین دولتی خانم میبره مهمانی از مهمونه برمیگره میاد اینجا مسافرت میره برای مسافرکشی میکنه بارکشی میکنه چی داره همین دیگه مردم به همسال من و تو پول میدن مالیات میدن که مواظب مالشون باشیم بعدش آقا جون حلال و حرام خدا چه سال 57 باشه چه سال 2000 حلال و حرام خداست دوباره شیر فهم شد شیر فهم که چه از کنم پلنگ فهم هم شد دیگه قربون آدم شیر فهم بابا از با اجازه من باز سویچ زاپاس دیگه قربونت برم با اجازه آقا مجید فردا شد خدا حافظ مجید جون به سلامت به سر گلم آجا خب واقعا دست مریضم عجب بچه ای واقعا علارزاده است بر منکرش لعنه به ما یکی انداختی هم زندگیه گله ای آدم های فله ای دل خوششون قیافه تو جستن و کلافه یه عمره ول معطل با این مخای مختل با این که با کلاسن سر کوچه ها پلاسن عاشق میشن خیلی خفن تا آخرم توی کفن نه فکری نه سوالی تو دنیای خیالی میدارن و خواب میبینن
سایه را آفتاب میبینم، با عینک های دودی، با موهای عمودی. آخر کلکل و کرکنی، اشقلات و قلدوی، از وز خطری و خلافم، یه پخ کنید خلافم، از روزگار ملونم، تو خودشون میلونم، زندگیشون زده حاله، یا تو چاهن یا چالر. بچه مصبت انده مرام و جرعت دنبال کشف جرمن ارفیه نه بابا نه بابا روفان من کاراشون مرموز و سسوده تیریفشون سکوته فه بگی میرن جوادیه اینا سوتیای عادیه آره زندگیه گله ای آدم های فله ای یه عمره بالمعتل با این مخای مختل زندگی کله ای آدم های فله ای یه عمره بالمعتل با این مخای مختل آخر کلکل و کرکنی اشقلات و قلدوی از وز خطری و خلافم یه پخ کنید خلافم از روزگار ملونم تو خودشون میلونم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چالر زندگیه گله ای آدم های فله ای دلخوششون قیافه تو جستن و کلافه